در نظام آخوندی کسی به فکر بازنشستگان نیست. زمستان سال 96 بود که کارگران و بازنشستگان در اعتراض به مصوبه مجلس ارتجاع مبنی بر واریز منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت دست به تجمع در برابر دفتر شورای نگهبان زده و با اشاره به آخوندهای حاکم و نهادهای حکومتیشان با ناراحتی گفتند نمی دانیم از دست اینها به چه کسی پناه ببریم. بنا به آمار منتشر شده توسط دولت و مجلس، تعداد کل صندوق‌های اصلی بازنشستگی کشور 20 صندوق است. از این 20 صندوق، تعداد 18 صندوق ورشکسته هستند و کسری بودجه این صندوق‌ها در سال 98 به مبلغی معادل 50,000 میلیارد تومان بالغ شده است. از آن روز زمستانی سال 96 تا کنون ده‌ها تجمع اعتراضی بازنشستگان در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران به ویژه تهران برگزار شده است. بازنشستگان تنها و تنها مستمری دوران بازنشستگی خود را که پیشاپیش و در زمان اشتغال هر ماه از دستمزد خود اقساط آن را پرداخته اند طلب می‌کنند. روز ششم مرداد 1397 یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخوندها گفت اکنون موضوع صندوق بازنشستگی هم مانند مؤسسات مالی و اعتباری شده است. هر کس می آید برای خودش یک صندوق تأسیس می کند و از مردم پول می گیرد و 4 روز دیگر ورشکست می شود. حسن شریعت مداری وزیر کار نیز چندی پیش اذعان کرده بود ما نمی توانیم منابع بیمه شدگان را در قالب بنگاه‌هایی که زیر 5% در اقتصاد بازدهی دارند سرمایه گذاری کنیم. این کار خیانت در امانت است. اما اکنون و پس از گذشت ماه‌ها از آن روز این خیانت در امانت کماکان ادامه دارد و بازنشستگان نیز به صفوف مردم معترضی پیوستند که در خیابان‌ها شعار مرگ بر خامنه‌ای و روحانی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر می‌دهند. فریاد از این همه تبعیض، از این همه بیدار دولت، این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی روحانی، خجالت.